وصیت‌نامه خدا از هوشنگ معین‌زاده. مرگ یک واقعیت است. هر موجودی چه عینی و چه ذهنی، چه حقیقی و چه صوری، به هر شکلی که زاده شود، لاجرم روزی هم میباید تن به مرگ بدهد. تنها چیزی که در عالم هستی مرگ ندارد، ماده است. ماده‌ای که همه چیز از آن نشأت می‌گیرد. چه جهان و چه حیات. در این میان دو مفهوم زمان و مکان هم که یکی دایه و دیگری خانه ماده است، که از ازل با آن بودند، تا ابد هم جاودانه با آن خواهند ماند. بنابراین خدا هم به هر نام و نشانی، در هر دین و آیینی و با هر صفتی که بر او قائل باشیم، مثل هر موجودی روز و روزگاری باید بمیرد. همچنان که صدها و هزاران خدا در طول حیات بشر زاده شده و هر یک نیز صده ها و هزارها خدایی کردند و مردند. پس حیرت نکنیم و نگران نباشیم که خدای کنونی نیز مانند خدایان دیگر بمیرد. برعکس، خوشحال باشیم که این بار خدای در شرف مردن با بندگان خود سخن میگوید و برای دوران پس از خود تکلیف باورمندانش را روشن میسازد. وصیت‌نامه‌اش را بخوانید و ببینید که خود او با چه زبان ساده‌ای دلیل و ضرورت رفتن خود را شرح و رهنمودهایی برای دوران پس از خود می‌دهد. او با دلسوزی به اوضاع نابسامان زندگی انسان‌ها به آنها توصیه می‌کند که به زندگی طبیعی خود که با بی‌خدایی آغاز شده بود برگردند. خدا و دنیای دیگر او را فراموش کنند و تا زنده هستند از زندگی خود بهره ببرند، که با مرگشان همه چیز به پایان می‌رسد.